کردم. حال احوالتون چطوره؟ امروز میخوام همراه مریم بانو براتون یه غذای خیلی خیلی خوشمزه درست کنیم. چه غذایی عزیزم؟ بفرمایید. سلام، میخوام به امروز با فاطمه خانم چیکار کنیم؟ عشق من چه غذایی؟ انقدر دست پختش خوبه، انقدر غذای خوشمزه و کیکای خوشمزه درست میکنه. اگه حمایت کنید بازم براتون غذای خوشمزه درست میکنه. حالا چه غذایی میخواید درست کنم برامون؟ قیمه‌نثار قزوینی. به 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 قزوینی. بریم تو این غذای خوشمزه رو با هم یاد بگیریم. بفرمایید. بعد گوشتو گذاشتیم یه قلی ریزی بخوره، این کفابای این کفاباش بره. چون هم خیلی خوش رنگ میشه هم خوشمزه تر میشه. اینا رو حالا خالی میکنم، گوشتاشو یه بار آب میکشم، بعد با پیاز تفتش میدم. چه جالب، من اینو نمیدونستم. آفرین خانم حرفه‌ای. بعد چه مقدار گوشت لازمه؟ دیگه اون به قیمه نسبت چون چیزی نداره، همش گوشت و پیازه، معمولا خب هر چقدر بیشتر بستگی به چیز داره، ولی مثلا همون نفری 5-6 تا فکر کنم کفایت کنه. آره فکر کنم برام برای چند نفر داری درست می‌کنی؟ من همین انقدر آشپز می‌کنم که چشمی می‌ریزم دیگه. هر کی در خونه رو واکت بیاد براش غذا هست. همین بچه‌ها فکر کنم 1 کیلو گوشت هست یا 1.5 کیلو زیاده گوشتش. همینجوری که مادر خونه مشغول آشپزیه، بچه‌ها نفر یه گوشی گرفتن دستشون رو دارن بازی می‌کنن. دو تا گوشی داری؟ عزیز دلم. آفرین. مریم بانو الان اومد اینا رو آبکش کرد، این گوشتا رو. خب البته زیاد هم نمیذاره بجوشه، فقط یه قل بخوره. خب بعد میگه که اینجوری وقتی که اول گوشتا رو میریزه توی آب جوش که قل میخوره و کفش رو برمیداره بعد آبکش میکنه، میگه کاملا بوی بعد گوش گرفته میشه، خیلی هم خوش رنگ میشه. مثلا تو اصلا تو قیمه تو این غذاهایی که مثلا روب میریزی روبش خوش رنگ میشه. دست بدیم. خاطر از آشپزی قشنگت به ما بگو. چه خاطره ای بگم؟ پیازا رو داره خورد میکنه که با گوشت تفت بده. بچه اینقدر مریم غذای خوشمزه و کیکای خوشمزه درست میکنه، همیشه وقتی میام خونه مامانم اینا، آخه مریم اینا مامانم اینا طبقه شیشم، مریم طبقه سومه، همیشه چیز میکنه. کلا فامیلی تو یه ساختمونه قرخ کردیم. آره سری پیگی میشم اینم چه چیز خوشمزه‌ای درست کرده. امروزم خودم رو انداختم اینجا برای گرفتن فیلم قیمه نثار. قرار بود امروز آشپزی با مامانم باشه ولی شانسی شد با مریم جون. عزیزم ولی ببینیم چی از آب در میاد. عزیزم تو همه غذا مثل همیشه میشه یا نه؟ مثل همیشه هست 100%. نثار اصل چیزش پیازه، یعنی پیاز خیلی زیاد استفاده میشه داخلش. مثلا من برای این تعداد دو تا بزرگ استفاده کردم، مثلا تو 3 تام جا داره. یادتون باشه پس برای قیمه‌نثار پیاز زیاد بریزید، پیاز داغ زیاد میخواد. من از پیاز بدم میاد. غذا فقط با پیاز خوشمزه میشه. آره ولی من مثلا پیاز رنده میکنم تو غذا. نه این سرخ باشه خیلی چیز نمیشه، به چش نمیاد. نه آخه توی خود اصل مثلا قزوینی ها پیاز داغای خلالی بزرگ بزرگ، یعنی قشنگ سرخ شده، فقط مثلا توش پیاز و گوشت مشخصه. حالا من یه ذره ریستر میکنم که خیلی این بچه در حالی که داره غذا درست کنه اشکم میریزه چون به خاطر پیاز پیاز حساسم و اشک چشام میریزه. زعفرون فراوانم میخواد. زعفرون با چی دم میکنی؟ با چیز؟ با یخ. با یخ؟ با یخ خیلی خوش رنگ و عطرش هم بیشتر میشه. اوکی. آره حالا ولی ما چون یخ نداریم این دفعه با آب جوش. مگه از اون چیز نداری؟ یخ ساس نداره؟ نه مهداد این جای چیز نداره، یخ همون رو تمام در بوده. مهداد از دست تو. با یخ خیلی بهتر میشه. خب این سری با آب جوش مریم درست میکنه ولی دفعه چیز یادتون باشه با یخ خوش رنگ تر میشه. اونو میذاره دم بکشه، اینجا هم پیازو آبش خشک بشه بعد روغن بریزه. اوکی. آب پیازات میکره رفت، روغن رو داخلش بریزید. پیاز که کشیده شد شما روغنتون رو میتونید بریزید. کمکت میکنم مریم جان. اینم روغن زیتون سرخ کردنیه کاملا سالم و ارگانیک. روغن زیتون سرخ کردنیه. چیه مریم جان؟
این الان خلال بادومه که با گلاب خیسش میکنیم، یه ذره خیس بخوره. بعد خلال پرتقال داریم. چه باحال. این خلال هم بگه نفت خلال بازیه دیگه، خلال و عدیه. پس این خلال ها رو باید بریزیم توی چیز، توی گلاب. این هم خلال پرتقال. خیلی پرتقالی داره خیس میخوره، حجمش زیادتر میشه و باز میشه. چقدر از این چیزه وانتی ها رد میشه از اینجا. آره اینجا این هم خلال پرتقال هم خیس میکنیم. بعد با زرشک، بعدی هم زرشک. اونم با گلابه؟ زرشک هم با گلابه؟ نه، اون حالا با آب معمولی هم چیز میشه، چون بعد خالی کنی شناش بره، مثلا اگه توش چنی داشته باشه. این با آب معمولی یه ذره خیس رو خوره. بیشتر می خلال بادوم و اینا رو با گلاب خیس میکنیم. خب الان به این مرحله که پالت نمیخواد خیلی هم طلایی بشه، یه ذره که شیشوت گوشتا رو بهش اضافه میکنیم، یه تفت کوچیکی بهشون بدیم، گوشتا هم یه ذره مزه دار شد. بعد دیگه ادویه هاشو میزنیم و همین دو اچوبه و یه خورده نمک و فلفل و روکو اضافه میکنیم و دیگه میدیم به برای مرحله بعد. فعلا یه ذره این گوشتامون تخت بخوره. معمولا میگم به گوشت نمک نزنیم، مثلا آخر بزنیم، ولی من چند بار امتحان کردم بعدش هر چقدر نمک میزنیم دیگه انگار طعم نمیگیره. آخه نمک هم باعث میشه که گیر بخوره میگن، ولی من نمیدونم، من اضافه میکنم و اولش اضافه میکنم، حالا همه چیش هم بیپز داره. من میزنم این پز میشه بعدم اضافه میکنم. آخه الان چون یه ذره دیره، من میخوام توی زیر پز درست کنم. آها، میگه همه رو میریزم و درشو میبندم. امروز بچا قرمز حساب با زود پز داریم. آره، من دستیارم زود پزم، خیلی از راضی ام ازش. بابای میش من زود پز میترسه استفاده نمیکنه. من انقدر استفاده میکنم، یعنی قرمه سبزی این خورشت این دیگه همه رو میریزم تو زود پز، درشم میبندم، واس خودش خوشمزه و جا افتاده میشه. من واقعا زود پز میترسم. میگم چرا یه چیز هم که خیلی شیدم میگم بوی گوشت رو خیلی خوب میگیره، فلفل سیاهه. آره فلفل هم خیلی خوبه. البته خب گوشت نسبت به مرغ اینقدر چیز نداره، مثلا مرغ خیلی گوش تندتره. اون چی بود زدی؟ فلفل سیاه بود؟ آره این داره فلفل زدم، همه چی رو هم که چشم نمک هم که الان داری میزنی؟ آره نمکش هم یه خورده بزنیم مزه داشت. این من چند بار چیز کنم انگار تو نمک رو بعدش میزنه چقدر میزنی انگار تو خورد غذا نمیره. من همه رو همون اول میزنم. میزنم بعد روح رو اضافه کنیم. این وسط رو برای چی خالی کردی؟ این گفتم اینجوری قشنگ رفتش تفت بده. آره با روغن که تفت بخوره هم رنگش قشنگ میشه هم لعابش بیشتر میشه. بسیم قیمه و قرمه این چیز قیمه نسار یه ذره رفت زیادی میبرم برای لعابش هم خوره، لعاب دار میشه غذا. یعنی روب باید بشه لعاب دار بشه؟ آره دیگه، روب و پیاز دیگه. مثلا من تو قیمه روب که زیاد میریزم خشن خیلی خورش لعاب میگیره. طبق تجربیاتی که چند بار انجام دادم دیدم روب تبدیل تأثیر نیست. آها ببین قیمه نصاب چون فهمه موادش فقط گوشته، گوشت و پیاز، به خاطر همین مثلا گوشت بیشتری استفاده میشه دیگه. مثلا قیمه شما درست میکنه معمولا بادمجون داره، کدو داره یا سیب زمینی داره، ولی قیمه نصار فقط گوشت، بخاطر همه گوشت زیاد باشه توش. مرسی. الان من غذا رو چون یه ذره دیر شده ریختم تو زود پس، میریزم تو زود پس. آبشم معمولا
آبش هم باید کم باشه دیگه، در حدی که گوشت بپزه. آب داغ ریختی نه؟ آره آب داغ، در حدی که گوشت بپزه و یه ذره مثلا اندازه یه لیوان توش آب بمونه. میزنیم بعد دیگه این مرحله چوب دارچین بهش میندازم، براش یه دونه چوب دارچین میندازم و یه چند تا دونه هل میشکنم خوش عطر و بو بشه. به به به، آره یه ادویه مخصوص قرمنسار هم هست، اونم دیگه آخرش اون موقع اضافه میکنم. الان درشو میبندم که یه بره بر خودش بپزه دیگه. از هم رفت چوی زود پز و تا آماده بشه خودش بپزه. زود پز فکر کنم برای یک ساعت و نیم کافی باشه براش، چون گوشتش هم گوسفندیه سریع آماده میشه. دست شما درد نکنه. مریم بانو الان زنگ غذای خوشمزه برامون درست میکنه، وسطش هم بهمون چای خوراکی خوشمزه میده. حتما پیشنهاد میکنم مهمون مریم بانو بشید، از خوراکی خوشمزه و غذای خوشمزهش حتما بخوری. خب دیگه خب الان میریم تو مرحله تف دادن این وسایلی که از پیکوندیم. بچه این روغن زیتونی که مریم میریزه روغن زیتون مخصوص سرخ کردنیه. الان خلال پرتقال شده یه خورده سفت داره. اما خلالای پرتقال رو تف میدیم. آره یه زن تف میدیم. ببخشید بچه ها دستان تمیز من همیشه با دست کار میکنم. نیما همینو میگه، نیما مثلا میگه نیما اون رو با دست نده، نیما با باق میگه دست استاد آشتاد نیما میگه که دست باید دخیل باشه که غذا انرژی میده، دست انرژی میده و غذا. آفره بخواه که بوی گلاب چیز چیز چون تو گلاب خوش کرده بودی. اصل پرتقال هم خودش خیلی، آره اصل پرتقال و گلاب چیز چیز من خوش بود. من یه تف میدیم فعلا. بچه مریم ازش پرسن گوره مریم جوشه رو از چیز استفاده نمی کنه، قاشق چوبی استفاده نمی کنه. میگه این سرش زخیمه، خب بهم حس خوبی نمیده بخاطر از قاشق معمولی استفاده میده. من خیلی هم به زخم نمیزنم، بیشتر مواد رو هم میدم باهاش مواظبش هستم. خیالت رو راحت توی بفهمش هم نشون میده تقرول هی میگفت نکوب. ما میکوبیم به زخم. خب اینم الان بعدش هم خلال بادوم آره توی گلاب پس کردیم. یه هم بوی گلاب و چه عصی اینجا پیشیده. جالبه روغن زیتونش هم بو نمیده. آره دیگه این اصلا کلا روغن زیتونش اصلا به گرما چیز نداره، حرارت میبینه سیاه بیت میکنه. این ولی مخصوص سرخ کردنیه. از یه زیتونی اسم زیتونش هم زیتون اربیکنه. اربیکن؟ آره اصلا این زیتونی روغن مخصوص سرخ کردنی میگیره. ما معمولا بیشتر استفاده همون روغن زیتونه، خیلی از روغن دیگه استفاده نمیکنه. حالا پس امسال خواستی بری من اگه زحمت نظرت میدم که برای من هم سرخ کردم. حالا خلال بادونش رو اضافه میکنیم. البته خلال بادونش باید خیلی زیاد باشه، من وقت نکردم برم بخرم، فعلا همین با همین مقدار سر میکنیم. تو همین مقدار شما خلال بادونشونه، ولی معمولا قیمه نصار خلال خیلی زیاد میخواد. حالا البته میشه اینا رو همه رو جدا جدا تف بدی؟ تف بدی مثلا برای تنظیمش جدا جدا بریزی. من دیگه کار راحت میکنم، ما همه رو با هم دیگه تف میدم. نمونی یک کذبانی ایرانی. چه خوشنگ شد مرحله هم یه خودم به تر اضافه میکنیم که خوشنگ تر بشه این پرچیه نارم بگیره.
معمولا تو زرشک هم میخوان تفت بدن. من یه اثر قاشق اصل میریزم، یه مقدار کم. یا اصل یا شکر، یه چیزی که رنگش رو قشنگ کنه. نیمو میگه زیاد شیرینش نکن. نه خواهی زرشتون یه خود ترشی داره. آره. برای شما هر چقدر بیشتر بزنی ترشتر میشه دیگه. وقتی که هم شکر میزنی یه مقدار ملس میشه. آره. از این زعفرینه که دم کردیم بریزیم توش که دیگه رنگش که خوش رنگ کرد. یا قیمه نسبت بیشتر ادویه بازیه دیگه، مثلا دارچین و هل و زعفرون و یه ادویه مخصوص هم داره که اونو آخر غذا داخل خورش میریزیم. اینم از این مرحله. دست درد نکنه بانو، بانوی زیبا. میذاره آب جوش بریزیم و برنج رو میخوایی چپه کنی یا آبکش میخورم؟ آبکش بچه آب جوش ریختی؟ آبکش آب جوش میریزن دیگه، کته آب سرد میریزن عزیزم. من نه، من همه رو آب سرد میریزن. آب سرد خیلی طول میکشه تا جوش بخوره، برنج شفته نمیشه؟ نمیدونم، من که کلن همش کته درست کردم، ولی یک دوبارم که آبکش درست کردم. یه چیز باشه، غذایی چیز باشه به خاطر تحصیلش میگم مثلا چیز باشم که آبی جوش میریزه که زودتر برای دیگه به جوشو که برنش شفته نشه. این میره برای جوشیدن. فعلا غذا همه جاها آماده است. این چقدر رنگش خوشگله، چه ترکیب رنگی. به به بچه ها وسط آشپزی با مریم نشستیم غیبت میکنیم. غیبت نه، صحبت میکنیم از مسائل مختلف، تبادل اطلاعات، تبادل اطلاعات. و انقدر این قسمتش بیشتر میچسبه که نگم برات، خیلی باحاله تا غذا آماده بشه. مریم بانو کدبانوی اصیل ایرانی عزیزم، بفرمایید میوه یه ذره مثلا خامتر برمیده فان نشمیده. چون من یه دونو برنجه، یه نان برنج دودیه میخوام تو تاشم. برنج دودی هم باید کردی؟ اکروبوش چیزشه. آره میگم به برنج خیلی خوب میاد، همون دودی هم میگم بذار دودی قاطیش کردم که اکروبوش خوب شه. الان اوکی رو میده دستان چیز میکنم و الان آفتشش کنم. روغن زیتون معروف. به تحتیق این لباش نازکه همون دولا میزنم که. آره من هم لباش دولا میذارم نازک میشه. روش دوباره چیز میزنم. آره حسن دیگه اوکی اوکی شه. بچه این من فکرم قیمنسا اینجوری که لابلا بذاره لای برنج، ولی مریم میگه که نه چیزه اون موقعی تزیین مثلا موقع کشیدن غذا اونجوری میکنیم. این برنجش جداه. چند تا سوراخ ایجاد کرد که خوب دم بکشه. و چه روش آب می‌ریزی دوباره؟ می‌ذارم قشنگ بخار کنه دم بیفته. اوه اینا تکنیک‌های فنون آشپزی حرفه‌ای‌ها بلدن بچه‌ها. آره زیر زیاد یه ذره دم بیفته بعد دم کش بالا. دم کن می‌ذاری؟ قیم نصور هست قزوینیه بابم جان. چیز مال ارومیه هست، مامان این کارگر محمد اینا درست میکنه. خودش خودش درست میکنه. چه روغن حیوانی. به به احساس نمیکنید زیاده اصلا؟ آنه که بزن آفشن پر روغن درست میکنه مریم بانی. استفاده مریم جان از این تکنیک استفاده میکنه که اینجوری میذاره سر با گرمای برنج آب بشه. شکلش قشنگه. اینا همه تکنیک های آشپزی خونگیه یادتون نره.
خار افتاد توش دیگه، این هم میذاریم اینجا که قشنگ خودش آب شه، آخرش بریزیم داخلش. درش رو میبندیم که خودش هم کم میکنیم که دم بکشه. داره زود فرص داره باز میشه، من هم چه میترسد به من بخار میکنه ها، نزیاد زیاد نترسی هرچی که همه رو در باز کن هرچی با همه رو آخری من از این میشه هستم درستم داره شهید کنه وقتی کارش از کامل خارج بشه در ایتی باز مریم میگه همسایه‌مون چیز زودتر ترکیده بنده خدا، میگه در دیبا پر نخود لوبیا بوده. آره دیگه حواست به این سوتکش باشه، سوتکش خوب کار نکنه ممکنه که یعنی این جدیدا ممکن اینجوری باشه. ما کم تره اینا معمولا استانداردن، این بیشتر اون قدیمی ها این بلا سرشون میومد، اینا دیگه معمولا استاندارد. در زود پز باز میشه. به به کامل پختره از غذای ما. آره گوشش کامل پخته. آره کامل بخواهد بذاریم و یک دوباره عدیه مدیه بزنیم توش که قشنگ جا بیفته. خب عدیه چی؟ عدیه مخصوص قیمنسال. اینو ما قضیه خیلی ببین از بیا از قزوین اومده توش من چه داشت فکر کنم مثلا زیره دارچین یه همچین چیزایی بعد ادویه های گرم. آره با که خوشبو هم هست. آره فکر کنم همچین چیزایی بعد توش باشه بچه، مثلا همین خیلی خوشمزه شه. بچه ادویه مخصوص قیمه نسارا هم باید بزنیم. سلام مهمون اومد برام، دارم میخوام تو یوتیوب ها اصلا عزیزم ببین بوی غذا رو فهمید من چطوری؟ خوبی اصلا از این مواد دمونم همین در حد یکی دو قاشق داخلش میریزیم که خواه دیگه قشنگ اصلا هم آروم بچه یکی دو قاشق از این موادم داخل این گوشت ریخته آره. دیگه میذاریم که یه خورده جا بیفته و دیگه غذای ما آماده. آبش باید کشیده بشه یا نه؟ معمولا حالا بعضی آبدار دوستن بعضی ها کم آب، ولی در همین حد اوکیه. بستنی هم آتی بانو برامون آورده که بیکار نباشیم و بعد شروع کنیم به خوردن بستنی. چقدر شلوغ شد امروز خونتون. وسط قیمنسا بستنی که رسید مریم گفت بذار یه دسر خوشمزم براتون درست کنم کیف کنیم. به 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 موز بستنی موز گردو عشق خوشگلم برنیه کن دور بونی سیر خاله عزیز دلم کجا ناگی وقتی که میره واسه سس شکلات. به 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 اولی بده عرشی چه خوشمزه شد چقدر خوشبالمونه. منتظری خاله عزیز خوشگلم منتظری دورت بگردم خاله اینجا نه کن چشمه قشنگی تو یاده چقدر ناز ماشالله زر ماشالله عزیز دلم بفرمایید. خب نه اینکه من خسته شدم و همه کارا من انجام دادم دیگه، این بستنی رو بخورم که جون بگیرم برم سراغ بقیه کارا. من چه روغن آب شد داغه با اینجا بردار. آره همجوری دست نزن فکر نکن بچه ها دارن اینجا نگاه بکنه خودتون نسوزو. بیا آها برو بری به 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 بری واسه خودش آماده است؟ آره دیگه الان یه خورم یه دن ریزی هم روغنش عزیز دلم من کلا مریم سالاس واقعا تو همین 62 کیلو مونده. آره نه چهار نه من بین 60 تا 65 میرم. ببین بعضی وقتا مثلا میدوید دیدم مثلا میگن یه زمین میگن یکی میگه تو پر شدی بعد میرم رو وزنه میرم همونم میگم شاید مثلا سایز بدنم تکون خورده وزنی همونم مثلا 62 نیم هم شدم ولی بیشتر نه البته به 60 هم رسیدم ولی نه که بیشتر کمتر بشم. بچه ها سالاد شیرازی مریم درست
در کنار این کنارش سالاد شیرازی میخورم؟ معمولا هر سالادی، سالاد کاهوش، سالاد شیرازی، ماست و خیار، هر کدوم که سالاد شیرازی هم از سلم آماده آماده میکنه برای قیمه نسا، کنار قیمه نسا بخوریم. در میام در اذانم شد و غذام آماده شد. به به قیمه نسا غذای مریم چی بویه، چیز روغن حیوانی خوبی داره. اینو باید کالا چیز کنم. به 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 از این نوادمون من از اول مراحل کار بودم، میدم چقدر سختی ها کشیده شده به این غذای خوشمزه. به بچه بوی ادویه ای دمت گم. اصلا خب آب خورش نشم این دور اطرافش ببینیم که خوشمزه بشه. از برنجمون یه ذرم تویی میریزیم برای تزیین روش. از برنج قاطی میکنیم زعفرانمون یادم رفت. زعفرون دوباره زعفرون قاطی مواد میکنیم. یعنی هر 10 ثانیه 20 ثانیه اینجا یه دونه از همین چیزای وانتای چیز رد میشه. نمک نونو خوشی که نه چی پلاستیک کاره بلو. به 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 اوه اوه تهدیگ رو نگاه کن. تهدیگ چی میگه؟ پایان کار. به به بچه ها بفرمایید نهار. خب اینم قیمه نثار خیلی خوشمزه مریم بانو. ممنونم که در تمام مراحل درست کردن این غذای خوشمزه همراه من و مریم جان بودید. امیدوارم که با لایک و کامنت از این ویدیو حمایت کنید و اگر هم خوشتون اومد این کانال رو سابسکرایب کنید.